میرسه که این نامه که میخونم براتون، چون شما دارید میبینین، دوتا از بچه ها اینجا مهمونمون بودن. از چی شد که مهمونمون شدن اول بگم بعد نامه رو بخونم. من استوری های مربوط به محرم و عاشورای لندن که گذاشتم، یه نفر به من پیام داد که سلام، من فلانیم، من و هم نامزدم هم اومده بودیم از آمستردام 20 ساعت سوار اتوبوس شدیم و با دیلیاش و اینا اومدیم لندن به خاطر اینکه این عاشورا رو این نامزد آمریکایی من ببینه، چون مسلمان شده پسرم. بعد یه مثلا اومده بودن که مثلا به خاطر عاشورا اینجا ببینن یکم تاثیرگذاری دوباره برای این پسر بیشتر بشه و از این کارا. همسن منم بودن دفترشون، یه سال دو سال ازم بزرگتر. خلاصه که بعد من دعوتشون کردم خونه و جا نداشتن و چند شبی خونه ما بودن، یه 4-5 شب خونه ما بودن. خیلی بچه‌ای کیوتی بودن، خیلی آروم بودن، بی آزار بودن، خیلی بچه‌ای خوب بودن. بعد اینا خیلی یه چیز شده بودن، خیلی عذاب جان گرفته بودن که برای ما کاری نکردن و همطوری مقال معروف به خلقا توی فیری میمده در خونه ما و اینا. من وقتی رفتن یه نامه توی پیانوی اتاق پیدا کردم و مرسون گفتم بیا باید بخونم، حالا شما خوش کنید دارین چیه. فاطمه صاحب خانم عزیز و آقا امیر حسین عزیز، تشکر فراوان برای دعوت ما به خانه گرم و صمیمی خود. از مهمان نوازی، از جون دل و پذیرایی مفصل شما خیلی متشکریم. شما ما را مثل دوستهای چندین ساله خود دوست داشتید و من و کریس احساس خانواده کردیم. بچه الان 7-8 ماهی که تو سفرن در مدتی که اینجا بودیم. بچه سنا که اینا من نوشته بیش از 10 ساله که آمریکا زندگی میکنه، یعنی دوران مدرسهش رفته آمریکا، خیلی دیگه زبان فارسیش پرفکت عالی نبود، بعدم 7 ماهه که تو سفرن و زنش حالا این دختر پسر با هم همش حرف زده بودن انگلیسی فارسی قاطی و دیگه جفتشون خیلی قشنگ حرف زدن، هم کریس انگلیسیشو بعد حرف میزد هم سنا فارسی رو حرف زد، ما هم به قول خود کریس فارسیمون خراب شده بود. علی علی بقیه شما کامل، یعنی اگه یکم تو این 2-3 روز ما هم تحت تاثیر قرار گرفتیم، اما کامیکیشن روون بود، فقط به یه زبون نبود، یه تلفیقی از انگلیسی و فارسی و بعضا اسپانیایی یا آلمانی اضافه اومد توش. از فیلم های بامزه‌ای که درست کردیم ممنون و از همه مهمتر ممنون بابت شامی خیلی خوشمزه. من در خاطر ندارم چنین در خاطر ندارم چیزی به اون خوشمزهی در عمرم خورده باشم. کریس هم میگه واقعا خیلی از آشنایی با شما دو گل خوشحال هستیم و کلی از تجربیاتتون استفاده کردیم. ممنون از لطفتون که قابل دونستید و داستان ما رو هم در کتاب خیلی جذاب خود اضافه کردید. کتاب؟ تمام اینم براتون میگه هرمتون میگم هیچ جوره نمیشود از این همه محبت شما تشکر کرد. فقط میتونم بگویم دست آقا امام حسین درد نکنه که ما رو با شما دوتا آشنا کرد و ما هر جای دنیا که بودیم، چه آتلانتا، چه سانفرانسیسکو، چه لندن، شما تشریف بیایید و اجازه دارید ما در خدمتتون باشیم. اگه کاری هم از دست ما برمی آید به ما بگویید. قطعا نمیشود جبران این همه مهربانی شما باشد، ولی شاید بتوانیم تلاش کنیم. دعاگوی ما باشی. چی؟ و هر بدی از ما دیدی لطفاً حلال کنید. ارادت سنا خانم. خیلی جاشون خالیه بچه‌ها، همین پیش که پای این فیلمی که داریم ضبط می‌کنیم رفتن. یه ساعت پیش. آره و چقدر جاشون خالیه توی خونه. ما هم دیگه از این خونه به سر هفته دیگه میریم. آره من یعنی. آره بعدش هم من به فاصله چند روزم گفتیم که بیاییم یه فیلم بگیریم معادل فیلم های حال هوای این روزای ما و براتون بگیم که الان کجاییم، داریم چه کار میکنیم، چی تو ذهنمون داره میگذره، با چی درگیریم، دغدغه هامون چیه، چقدر سرمون شلوغه. یعنی آره واقعا خلاصه کل صحبت همینه که incredibly overwhelmed. این بچه ها هم که این 4-5 روز اینجا بودن ما خیلی نتونستیم ببریمشون این برون برای کاری هم نکردیم واقعا براشون، واقعا میگم اصلا نه خرجی برامون داشتن نه چیز بود، همون که خودمون خوردیم اونا هم با اون خوردن، اگه شاممون نونپنیر بود اونا هم نونپنیر خوردن، پشت سر اونم اومدن همه چیزا رو تمیز کردن، خودشون داشتن ظرف شستن، مثلا غذا رو گرفتن. نکردیم که ما داریم مثلا مهمون نوازی سختیم، خیلی راحت بود چون تعارف نداشتن، ما با بقیه آدما تعارف داریم و این بچه‌ها اصلا تعارف نداشتن، ما باشون تعارف نداشتیم، خیلی خوب بود. می‌خواستی من تعارف داشته باشم خودش نمی‌تونست. من امیرحسین خیلی جلسه داشتین چند شب، منم سرم شلوغ، علامتون میگم چرا سرم شلوغ.
خیلی سرمشون رو واقعا دوست داشتم مثلا باشون مثلا یکی دو بار بردمشون بیرون، ولی واقعا میشه از یه حدی نمیتونستم ببرم. فقط میگفتم آقا بچه ها اینجا برید، اینجا برید، اونجا برید، اینا خوبه. همین رو میتونستم فقط کمکشون کنم، میشه از این نمیتونستم برم. البته دو سه بار رفتیم بیرون، ولی اونجوری که اگه فول تایم برم که نه، اصلا نتونستم. چون کار داشتم، کارم چی بود؟ من انشاءالله پایان این هفته کتابم تموم میشه، اسم کتابم هستش من مهاجر احتمالاً، حالا باید تاییدیش بیاد، ولی اسمش من مهاجر هست. خیلی هم اسمشو دوست دارم. اینجا میگم کتاب در مورد چیه؟ این کتاب در مورد تجربیات مهاجر هاست. خب تجربیات کمتر گفته شده مهاجرینی که همه مدل تجربه هم هستش. هست. تو هنوز بعضی داستان ها منتظریم که اون دوستانی که داستان هاشون رو، چون همه داستان ها واقعیه، همه واقعیه. اسم ممکنه عوض شده باشه، اسم ها خیلی هاش عوض شده، خیلی از داستان ها مال خودمونه، حتی اسم های خودمون هم ممکنه عوض شده باشه، ولی سعی کنیم خیلی عوض نکنیم. خب خیلی هم تو پیرسن گفته شده، یعنی اونایی که پیج رو دنبال کرده باشن یا ما رو بشناسن تا بخونن داستان رو میدونن که اون داستان ما هستیم. بعد شامل کلی داستان و سوتی های مهاجرتی و این چیزا هست. خیلی داستانش باحاله، مثلا داستان های سوتی هاش، داستان کارهایی که کردیم، اتفاقاتی که برامون افتاد، شیرین، تلخ، هیجان انگیز، سورپرایزی. داستانی هست، داستانای کوتاه کوتاه، نه خیلی کوتاه ولی کوتاه، و به صورت خودمونی نوشته شده، ادبیات سنگینی نداره، چون که همه بتونن بخونن و حس کنن که اون صحنه هست، هم هیجان داره، هم ترس داره، هم شاید یه جایی گریه داشته باشه و خیلی جاها فانه. یعنی تمام تلاشم کردم در کنار اون انتقال اون حس هایی که تو این کتاب هست شادی آور باشه. یعنی وقتی من داستان ها رو برای افراد میفرستادم که داستان هاشون بود، حالا با حالا تخیلات و حالا پیازداغایی که من صفحه کم زیاد میکردم بهش برشون میفرستادم، مثلا سنا که داستانشو فقط شاید خیلی کوتاه برای من تعریف کرد و نوشت، تو مترو برای تعریف کرد، تو مترو برای تعریف کرد، حالا گرفت و با اجازهش البته نوشته و براش همینجا پریشب خون. اصلا سارا سورپرایز شد، میگفت من اینا رو برای تو تعریف نکردم، تو چجوری حد زدی من اینو؟ درست حد زدی من. آره، جاخالی بودم. من خیلی وقت جاخالیایی که افراد نگفتم پر میکنم. چرا؟ و درست هم پر کردم. مثلا بچه‌ها اگه اشتباه گفتم، بعدن خداشو گفتن و اینا اصلاح شده و یعنی گفتن آقا اینجاشو بعد گفت اینجاش خوب گفتی اینا، ولی همه گفتن که تو دقیقا همون چیزی رو درست کردی و نوشتی که برای ما اتفاق افتاد. خدا رو شکر وقتی رسیدیم آمریکا تنها نبودیم. عموم سالها بود که آمریکا زندگی میکرد و اون روزها مثل یه پدر مهربون بود برام. همه کارهام رو انجام میداد. نمیدونم اگه عموم نبود ما چطور کارها رو انجام میدادیم. واقعا که فرشته نجات ما بود. اون موقع که ما رفتیم آمریکا تازه دو سه روز بود مدارس تو آمریکا باز شده بود، حس ما بود اون زمان و همه اون چیز، اون اتفاقی که برام گذشته بود زنده شد، چه خوب چه بد زنده شد و این خیلی فیدبک خوبی بود. و من یه جایی ناامید شده دو از نوشتن که تا وقتی که هم ویراستارم خیلی تعریف کرد، هم ویراستار چی گفته بود دو سه بار تا حالا تعریف کرده بود، ویراستار هر داستانی رو که مثلا میخونه، من اصلا انتظار نداشتم که حالا این خانم مثلا همین داستان منو میخونه، چون من اصلا ندید منو مثلا تعریف بکنه، ولی هم غیر مستقیم پشتم خیلی تعریف کرده بود. هم مثلا چند شب دو شب پیش یکی از داستان ها هست، مگه آفتاب چشه، حالا نمیدونم اسمش عوض میشه تو ادیت یا نه، ولی اسمش هست مگه آفتاب چشه، داستان خودمونه، خیلی هم داستان فان و مسخره ایه. بعد رسته بود که در کنار این که خیلی هیجان داشت، مردم از خنده موقع ادیت و خیلی این حس خوبه. وقتی اینو تعریف میکنم من میگم یه جاهایی نامی شده از نوشتن این کتاب، یا گفتم نکنه جواب نده خوب نباشه، به وقتی افراد خوندن و اینقدر فیدبک مثبت دادن اصلا نمیدونم چی بگم. قریب اتفاق همه فیدبک هایی که برای فاطمه اومده، چه از ویراستر چه از افرادی که داستانه خودشون بوده، برای تاییدیه نهایی ازشون بگیریم که همه چیز فکتوالی درسته و چه برای کسی که خوندن، چه برای کسای دیگه که خوندیم، چه برای افرادی که اصلا داستان کلن انگیزه پشت کتاب فاطمه رو تعریف کردن، چه اسمشو وقتی گفتیم overwhelmingly اکثر افراد فیدبک خیلی خیلی مثبت دادن و این
برای فاطمه که قطعا انگیزه بخش بوده، برای من که پر از شعف و خوشحالی شدم براشون. آره خیلی داره زحمت میکشه برای این و چقدر وقت الان از حالا میتونیم یه فیلم جدا درست میکنیم توضیح بدیم. آره اصلا داستان خوشبه کلی بخوایم بگیم، داستان داره این کتاب نوشتنه، یعنی داستان شاید به 2 سال پیش برمیگرده و اینکه اصلا نویسندگی رو نمیدونم. الان که این فیلم شما قطعا میبینید، این کتاب لانچ شده، جشن امضاش برگزار شده، اتفاقاتی که باید بیفته احتمالاً افتاده، چون بر اساس پلن‌هایی که ما ریختیم باید حالا طبق این روزی که این فیلم میاد این پایین هم لینکش احتمالاً میذاریم براتون که اگه خواستین برین آنلاین سفارش بدین. آره احتمالاً الان شما که این فیلم می‌بینید این اتفاق همه افتاده، تموم شده. حالا نمیدونم چه خوب چه بد، ولی میخوام بگم من یه جاهای اینا میتونم از نوشتن این کتاب و نوشتن با صحبتایی که با آدمای مختلف کردم، خیلی آدمای کمی هستن که در این لحظه شاید اون آدمایی که داستانشون نوشته شده باشه بدونن. کلا کمتر از 10-15 نفر میدونن همچین کتابی داره نوشته میشه. 20 نفر حد اکثر. من خیلی نمیفهم شاید 20 نفر بدونن. یعنی واقعا میشه از 20 نفر نمیدونن. الان امروز که فیلم داره پر میشه. آره. اما اون لحظه که شما این فیلمو میبینید، احتمالاً دیگه همه میدونن. آره، همه که میدونن، جشن امضا ان شاء الله به خوبی و خوشی برگزار شده و حالا اونا رو میگیم. ولی خب انگیزه نوشتن این کتاب از حدوداً از وقتی که من این پیج رو زدم اومد و من از بچگی دوست داشتم بنویسم. یکی دو بارم شده ریزی نوشتن کلی، ولی هیچ کس معلم نذاشته بود. بقدر همین منم نه معلم گذاشته بودن نه خودم جدی گرفته بودم، ولی الان دیگه اصلا دوست اصلا مهم نبود بقیه چی میگن. گفتم میرم جلو و رفتم جلو. وقتی شروع کردم نوشتن افراد خیلی تشویقم کردن و حالا داستانش رو یک فیلم درست میکنم، داستان کلش رو براتون توضیح میدم. ولی از شروع این داستان که من از کی شروع کردم به صورت جدی نوشتن، از فکر کنم ماه اپریله، تقریبا 5 ماهه به صورت جدی شروع کردم و الان تقریبا 2 ماهه که من روزانه فول تایم دارم داستان می نویسم. خیلی از قسمت های این داستان تو مترو نوشته شده، یعنی تو مسیرهای 1 ساعتی متروی لندن نوشته شده به یاد خانم جی کی که نویسنده جی کی رولینگ، نویسنده هری پاتر، نویسنده هری پاتر که توی قطارهای لندن نوشت. بعد خیلی از این کتاب رو من با موبایلم نوشتم، یعنی اومدم با کامپیوتر شروع کردم نوشتن، دیدم خیلی سرعتم پایینه و اگه بخوام اینطوری بنویسم خسته میشم نمینویسم. من به جرئت میتونم بگم 90% این کتاب رو با موبایلم نوشتم. و هیچ کس این کار رو فکر نمی کنم بکنه، ولی من به راحتی با موبایل نوشتم، با موبایل ادیت کردم و خیلی خوشحالم از این کار. حالا امیدوارم که خوب باشه. حالا برای اینکه چیز کنید، تشویق بکنید، یه کف اولا از همون جایی که نشستین و بکنید لایک هم بزنید حتما که این مدل محتوا رو دوباره از دست ندین. انگیزه این کتاب نوشتنم برای فاطمه شبیه خود پیج و اصلا پرژن ترولرز، تاریخچه پرژن ترولرز هم چندین بار تو پیج و تو فیلمای یوتیوب گفتیم که از اینجا اومد. تو مثلا پیجای شخصیمون، حالا بیشتر فاطمه، مثلا هر از گاهی عکس می‌ذاشت، داستانی می‌نوشت، شرایط اجتماعی رو توضیح می‌داد که به عنوان یک دختر جوان محجبه تو خارج از ایران مثلا تجربه کرده بود و خیلی از دوستاش حالا از هر طیف اعتقادی که داشتن براشون جالب میومد و بهش میگفتن که خب بازم بگو، بازم بنویس و برای چی پیجت مثلا پرایوت فقط ماها ببینیم، سعی کن پابلیکش کن، تو قشنگ می‌نویسی، قشنگ توضیح می‌دی، داستانای جالبی داری. اینا من اشتباه زیاد کردم و غلط املایی زیاد داشتم، اشتباه نوشتم، اشتباه گفتم، ولی یاد گرفتم و هنوز هم جایی یاد گرفتن دارم. نمیخوام اعتماد نفس کنم من دیگه بهتر از من نیست، نه قطعا خیلی جای پیشرفت هست و اصلا در شکی نیست، هم من هم امیر حسین هم آدم های دیگه که این توی فضا کار میکنن. اما احساس کرد و یه نکته هم هست که در مورد کتاب بخوام بگم، حالا چون آدمای مختلفی میتونن این فیلمو ببینن، اینم هستش که این کتاب تشویق به مهاجرت نیست، یک آگاهی. اول که مثل یک رمان میمونه، پر از داستان‌های شیرین و تلخ و داستان‌های زندگی واقعی افراده
و دوم اینکه یه سری اگه کسی بخواد با مهاجرت کنه بهش میتونه کمک بکنه، چون میتونه یه سری اطلاعات به دست بیاره، میتونه جلوگیری بکنه از 4 تا از این سوتیایی که ماها دادیم اونا رو انجام نده، 4 تا خطاهایی که ماها کردیم رو انجام نده، چون داستان گرفتن پلیس هست، زنگ خطر زدن هست، مرز آمریکا هست، زایمان هست، اینا رو که میگم میخوام بدونید. نمیدونم میگم مثلا توی مرز سوئیس یکی رو گرفتن هست، بازجویی هست، نمیدونم آفتابه و لوله دستشویی هست، نمیدونم دیگه گیر کردن تو برف هست، چرخ ماشین هست، در مورد حجاب هست، تغییر جنسیت هست، یعنی ازدواج هست، نمیدونم بچه زایمان هست، ولی خیلی چیزای مختلفیه و من سعی کردم میش خیلی هم جا داشت که بیشتر بنویسم، ولی من گفتم که بذار توی همین 20 خورده ای داستان جمعش بکنم ببینم افراد چه شکلی، ان شاءالله حالا اگه خوب بود آدم دوباره با داستانای عجیب و این داستانایی هم که نوشته شده برای همه اتفاق نمیافتاد. آره یعنی اینجوری نباید تصور کرد که یک نفر کل این مثلا اتفاقات داستان برش اتفاق افتاد، نه مثلا 10-15 نفرن که خلاصه ای از یک اتفاق عجیب غریب جالب هیجان انگیز ترسناک نمیدونم اینکردیبل همه هر چیزی که سفری که بخواید صفت خارق العاده ای که بخواید روش بذارید اونا هست. و فاطمه درست میگه، تشویق مهاجرت نیست، میتونه کمک باشه برای این فرد که میخواد مهاجرت کنه، اما بیشتر به دیده دیدین مثلا سفرنامه میریم میخریم دوست داریم تجربه یه نفر داخل سفر رو بشنویم، اینا میشه فرض کرد که مهاجرت نامه هست. حالا البته اسمی که فاطمه انتخاب کرده خیلی قشنگ‌تره، من مهاجر، چون واقعا انگار یک تجربه کمتر گفته شده یه فرد مهاجر حالا همه جای دنیا میتونه باشه، تلخ و شیرین، سورپرایزینگ و غافلگیر کننده هر چیز. و اینکه یه نکته هم که بگم، چون خب ممکنه خیلی جبهه بگیرن در موردش، این کتاب مذهبی نیست، یعنی داستان آدم‌های مختلف، یکی ممکنه مذهبی باشه، یعنی اصلا کاری بلوزو چرا یه جایش هست مثلا یکی آدم مذهبی بوده یه سری دغدغا داشته باش روبرو شده و حالا یه چیزای مثبت و منفی دیده اونا رو نوشته شده، ولی اینجوری نیست که بگیم که این کتاب برای آدم‌های مذهبیه، برای همه هستش، یعنی جوری نوشته شده که همه بتونن ازش استفاده کنن، چون برگرفته از داستان همه هم هست، داستان همه هست و هرانی هم اینجوری، یعنی میخوام بگم که اصلا جبهه نگیرید، فکر نکنید مثلا حالا این جهدهی داره، نه کاملا برگرفته. حالا اگر تهیه کردید، خوندید، نظری، فیدبک حتما برای اون یا اینجا یا تو پیج تو کامنت های همین زیر این فیلم بذارید که ببینیم به چه صورت. اما حالا ما اومدیم از حال هوای این روزامون بگیم و در کنار این که خب دوست داریم این کتاب خب تبلیغ بشه، داستان و پشتش رو بگیم، حتما فیلم جداش رو دوباره براتون درست میکنیم، دوباره یه سر چیزایی هست که شما نمیبینید و فقط نتیجه نهایی اون تلاش ها و شب بیداری ها و جلسه های دیر وقت و اول صبح و اینا رو میبینید. گفتیم امروز میایم یه خورده بیشتر از این بگیم، یعنی مثلا اون پشت صحنه که کثیفه الان مثلا کی؟ آره مثلا اون پشت صحنه که اونجا هست، یا الان قلبی که خب واقعا دلمون برای سنا و کریس تنگ میشه، همین الان هم تنگ شده. بعد از این که الان داریم این فیلمو میگیریم ساعت فکر کنم الان مثلا 3:30 خب دما 33 درجه از بیرون، فکر کنم فردا قراره یه بارون بیاد یه خورده هوا خنک بشه، ولی وحشتناک گرمه الان تو لندن، تو تیوب هم که میری خیلی بدتر. آره الانم 4 تا لامپ جلومون روشنه، دارین جیگر. آره 4 تا لامپ الان روشنه که شما صحنه رو قشنگ ببینید. بعد ما بعد از این ما پاشیم بریم بیرون، چون امروز نمیدونم 2 تا ریلز و یه فیلم و نمیدونم این چیزای دیگه باید بگیریم، چون زمانمون دیگه خیلی خیلی کمه که تو لندن هست. ما فکر کنم از امروز شاید فاطمه 14 روز دیگه لندن باشه، منم به فاصله یک هفته بعدش میام ایران. خیلی ناراحتم دارم از لندن. آره دلمونم تنگ میشه، کلی هم محتوای باحال یا ریکورد کردیم براتون که بره حالا دست ادیتور، یا اینکه باید بریم ریکورد کنیم مثل این امروزیه. حدود 20 تا ریلز یعنی فیلم اینستاگرامی تیک تاکی آماده کردیم که حالا باید آره، چیز آره، 20 تا ریلز هست که الان آماده شده تو و حالا شاید 15 تا که تا آخر امروز میشه مثلا حداکثر 20 تا این باید ادیت بشه. ما مثلا خدا رو شکر مثلا افراد خیلی خوبی با همون همراه شدن توی این مسیر که توی جریان ادیت کمکمون میکنن. خب بچه‌ها
درسته یه باری از رو دوشون برداشته شده، اما اینکه ما با اون ادیتورا هماهنگ بشیم، چه از لحاظ تایم زونی، چه از لحاظ سلیقه‌ای، چه از لحاظ اینکه چی رو فیلم بنویسیم، چه از لحاظ اسکیجول پست، اسکیجول ادیت، هزار تا کار هست پشت صحنه که بایستی انجام بشه. ما خدا رو شکر می‌کنیم تیم داره رشد می‌کنه. خیلی جزء اینقدر اذیت می‌شیم آقا ادیتور، خانم ادیتور حواستون باشه. میگم حواستو جمع کن، من خیلی اذیت کردی، اما خوشحالم چون که داریم، یعنی خوشحالیم چون داریم تربیتشون می‌کنیم مثل دو تا خواهر برادر، حالا چون دو تا سه تا هستن داریم تربیتشون می‌کنیم، همونا یه چیز یاد می‌گیرن، همین که ما خودمون سه چیز یاد می‌گیریم، همین که یه خورده یه کوچولی بار از رودوشون برداشته میشه. و یه چیز خیلی جذاب، حالا شاید خیلی مثلا این براشون مهم نباشه، ولی برای من و فاطمه خیلی از سالها پیش مهم بوده که یک ارزشی رو خلق بکنیم نه فقط برای مخاطب، بلکه این بتونه یک چند قاز درآمدی داشته باشه که دو نفر دیگر هم بذاره سر کار. ما الان چند نفر رو بهشون حقوق میدیم ماهیانه و این خیلی، آره حقوق زیاد نمیدیم ولی این طرف تلاش میکنه و در ازای تلاش یه پاداش، یه جزای دریافت میکنه. پاداش جمع کی باشی پاداش میکنه. یه مبلغ پول ناچیزی دریافت. این خیلی برای ما لذت بخشه. نمی فکر میکنیم افراد مختلف رو درگیر کردیم، سلیقه‌های مختلف داره وارد کار میشه، دارن کمکمون میکنن، دارن کمک ما میکنن که کمک شما بکنه، کمک یعنی یه محتوای جذاب. امیدواریم جذاب باشه. من هم مثال بزنم برای این کتابی که من دارم الان. چند نفر مثلا درگیر شدن توی ماجرا؟ یکی ناشر هست و تیم ناشره که خب حالا خودشون کلی هستن، مثلا پیراستار هست، نه ناشر مثلا بگو 5 نفر پویسر ناشر، یعنی ناشر و 5 نفر دیگه 6 نفر. تیم ادیت داریم دو تا، نمیدونم خودمون دو تایی میشه چند تا، میشه 6 و 2 10 تا. خب بعد دو نفر دیگه کارهای ایرانمون رو میکنن، کارهای اسپانسری، کارهای مختلف دیگه. فقط دو نفر چیز میشه بگیم که تیم منیجمنت داریم و دیگه حالا چند نفر دیگه داره حال این که یه نفر دیگه رو وردی مشورت کنیم که مثلا کدوم کتاب فروشی بریم، آره جشن امضا بگیریم. آره یعنی دوباره مثلا ممکنه چند تا عکاس داشته باشیم که بیان کارهای مختلف، یعنی مثلا یهو میبینی 20 نفر خب برای یه کتابی، برای لانچ یه کتابی 20 نفر یه جوری اینوالو میشن، کانتریبیوت میکنن، همه درآمد پیدا خواهند کرد، حتی درآمدهای یه تشکر ازشون میشه. و این ببینید یه کتاب داره نوشته میشه، من مثلا شاید مثلا 500 ساعت وقت گذاشتم برای نوشتنش و فکر کردنش و کارهای مختلفش و کمک کردنش، و چقدر آدمای مختلفی تو این کار میان و چقدر حس خوب داره که من میتونم کلی آدم رو مشغول کنم و به چندین نفر حقوق بدم بابت این، و این خیلی حس خوبیه. اونایی که این کار کردن یا خودشون کارآفرینن میدونن که تو اول ماه که پول میدی به مثلا کارمنده چقدر حس خوبی داری. درسته پول عجیبت میره ولی نشستم به در نگاه میکنم، دری که آه میکشم، خیلی حس خوبیه و نمیدونم برای من خیلی اول ماه خیلی حالم خوبه. در کنار اینها یک پروژه دیگه داریم. در کنار اینکه میخوایم جمع کنیم، سفر داریم، احضاری کار داریم، مهمون داریم، فلان داریم، یه پروژه جذاب دیگه داریم. آره یکی از کارهای دیگه که حالا اسمش رو نمیگیم، خیلی هم وارد جزئیات نمیشیم چون اون زمان که این فیلمو می‌بینید ما هنوز در شاید هم گفته باشیم، شاید هم اعلام کرده باشیم، ولی الان تو این فیلم نمیگیم چون هنوز یه خورده از لحاظ مچوریتی عقب‌تر از این جریان کتاب هست. اما خیلی‌ها توی پیج و تو همین یوتیوب از ما درخواست کردن که در مورد مثلا کارهایی که میشه کرد که تو زندگی موفق بود، کارهایی که میشه کرد که به عنوان یک دانشجو، دانش آموز هدف گذاری کرد، به سمت اون هدف‌ها تلاش کرد، مثلا انگیزمون رو از دست ندیم، چجوری هر روز برای اون اهدافی که داریم تلاش کنیم، اهدافمون رو اصلا چجوری بذاریم، چه ارکانی و چه ذهنیاتی باید ذهنیت‌هایی باید داشته باشیم که بتونیم یه زندگی رضایتمند داشته باشیم. و ما در تلاشیم یه حرکت‌هایی بکنیم. در تلاشیم یه حرکت‌هایی بکنیم. باز هم پشت این قضیه فقط یه نفر نیست، یک نفر اصلی وجود داره، یک پایه وجود داره که ایشون هست که داره کارا رو انجام میده و چندین نفر دیگه به عنوان یک تیم حالا با عنوان دارن ساپورت میدن، دارن ایده میدن، دارن طراحی میکنن، دارن ادیت میکنن، دارن جا پیدا میکنن. خود ما 3-4 هفته پیش حالا یه کلیپ کوتاه هم براتون اینجا میذارم، رفتیم یه استودیو. خب شما الان میبینید این وضعیت خونه ما، حالا این قشنگه ولی خب دوست داشتیم یه خورده باز از این پروفشنال تر باشه. همیشه تو خونه ها یه سری مشکل هست چون که بر استودیو که چیده نشده. آره رفتیم تو همین لندن یه جایی یه استودیوی
پیدا کنیم. بعد یه ساختمونی بود، این ساختمون مثلا شما فرض کنید 4 طبقه ساختمون، کلش فروشگاه‌های مختلف هنری بود. مثلا یکیش که اونجا اون روز اتفاقا بود و ما هم موقع که در زدیم در واز کرد ولی اشتباهی در واز کرد، یه مثلا کیک پزی بود که یه بنده خدای اومده بود من برای کیک تولد دخترش مثلا کیک تحویل بگیره. کل این ساختمون در نهایت هنرمند بودن. خب خیلی جای عجیبی بود. آره یه جای خیلی عجیب غریبی بود. بعد اون استودیو طرفی که صاحب استودیو هم بود نبودش، مثلا اینا یک چیز گذاشته بودن، یک مثلا تابلوی اعلامیه طوری گذاشته بودن که ما فلان ساعت ها از فلان روزا هستیم، ما هم شنبه صبح میپاشدیم کلی سوار اتوبوس رفتیم اونجا و گرم رفتیم اونجا و ضایع شدیم و نتونستیم پیدا کنیم و اینا. استودیو خوبی بود ولی ما نفسم نه اینکه اونا نبودن جوابون بدن راه اون بودن تو باید شرایش بی نوان ولی خب همین که فاطمه میگه مثلا ما نمیتونیم همه کارها رو خودمون بکنیم، چون که همین استودیو پیدا کردنه، لندن انقدر شهر بزرگیه که 3-4 ساعت انگار نصف یه روز، حالا 30-40 درصد یک روز مفیدمون رو رفتیم. بعد روز شنبه بود میتونستیم یه کار دیگه بکنیم تا برسیم به اون مکان. اول که هلاک شدیم از گرما و مسیر اتوبوس مثلا کج بود. بالاخره منظور من اینه که ما واقعا این چیزایی که میگیم که مثلا حالا بسته به پروژه‌ای که داره ممکنه 2-3 نفر تا 10 نفر 15 نفر درگیر بشن، خدا عمرشون هم بده، کاش که هر روزم بزرگتر بشه ما بتونیم گروهمون رو بزرگتر کنیم، خیر بدیم و اونا همینجوری که ان‌شاءالله برای شما محتوای خوب تولید می‌کنیم، ولی واقعا هم نیاز داریم بهشون، چون اصلا نمی‌تونیم ادامه بدیم اینجوری. بچا ما در کنار این کارا کار اصلی داره امیر حوزه فول تایم سرکار من درس، یعنی اصلا یه لول دیگه بزرگ دیگه رو در نظر بگیریم. یه جوری شده که بچه‌ها که اینجا بودن قشنگ دیدن که ما شبا تا ساعت 1-2 داریم کارهای تولید محتوا میکنیم. من دارم داستان مینویسم، من دارم استوری آماده میکنم، من دارم پست ادیت میکنم، من چقدر با ادیتوری دارم صحبت میکنم، آقا این فیلمو اینجوریش کن اونجوریش کن، من دارم فایل منیجمنت مثلا فیلمایی که گرفتیمو میکنم. الان همین امروز صبح ما مثلا آی کلاود 2 ترابایتیمون الان مثلا 3-4 روز داره میگه من نمیتونم سینک بکنم چون 2 ترابایت تو پر کرد. بعد نمیدونم یه بخشش رو فرستادین رو گوگل درایو، اونجا هم مثلا با سرعت داره پر میشه. بعد همزمان تو چون دارید با تایم زون های مختلف با دو تا ادیتور مختلف داری همزمان کار میکنی، خب باید این سینک باشی، هماهنگ باشی، بتونی فایل رو به موقع و کیفیت بالا درست چیزی رو جان اندازی، مثلا همه اینا وقت میبره. وقتی که میگم اصلا تو ظاهر خودش رو نشون نمیده، در نهایتش میشه این. همین دیشب ما با بچه ها خیلی پایه بودن، یه فیلم گرفتیم احتمالا تا الان دیدینش، داشتیم مثلا آتیش گرفتیم، پدر خودمون رو در آوردیم اینا. آقا ما اینو که گرفتیم خیلی خوب بود، ما لذت بردیم، هم نودلش چسبید یه جوری، هم تجربه باحالی بود، هم کلی گفتیم و خندیدیم. بلند شدیم دیدیم که این دوربینمون مثلا یه مثلا 5 درجه زاویه‌اش بد بوده، میز رو جابجا کردیم بعد دوباره نرفتیم. آره لحظه آخری ستمون و یه خورده ای اون سنی که داشتیم و یه کوچولو جابجا کردیم، میز رو بردیم جلو که بشینیم رو زمین، یادم رفت دوربین رو بیاریم پایین. و این مثلا الان یه خورده الان تو ذهنمون، حالا دیگه کاریش هم نمیشه کرد، ما از این اشتباه ها خیلی میکنیم. همین الانش شاید کلی داریم براتون حرف میزنیم، حوصله‌تون سر رفته باشه، اون تا اینجا دیدن دیگه خیلی با مرامین واقعا دمتون گرم، خودتون لایک کنید. ولی دیگه روزای ما کامل شده، فول تایم شده جاب، فول تایم جاب، در کنارش یه فول تایم هم پرژن ترولرز و ابعاد مختلفی که داره. یه نکته دیگه هم هست، ما الان امروز نیمه آگوسته و فاطمه 2 هفته دیگه ایشالا میاد ایران و منم به فاصله 1 هفته بعدش، ایشالا خدا بخواد قسمت همون بشه. کربلا هم دوست داریم بریم، همه هنگی های کربلا رو داریم میکنیم. همزمان فاطمه که بیاد ایران یه بازه خیلی خیلی محدودی داره، چون که 40 فکرم 16 سپتامبر ما هم مثلا کلن 7-8 روز چیز داریم. آره به کانادا هم بتاز بعدش باید بره. تو این بازه 7-8 روزه ای که ایران هستیم، تو مثلا 2-3 تا شهر مختلف میخوام. خب بسه دیدندش صحبت نکن دیگه، خسته شده مثلا، ناراحت شده مثلا، حالا من اوبر اصلا انقدر برنامه داریم، فقط اینجوری تو میگم انقدر برنامه داریم امیر حسین که حرف میزنه من میگم مثلا همین الان اصلا به هم میریزم مغزم دیگه، هم خیلی اوورویم هستیم. مثلا امروز جلسه داشتیم بعد یه نفر نیومد، بعد من یادم رفت اومد خدا بگم جلسه نیست، بعد صبح زنگ زده بود من نیده بودم، بعد دید سه اشتباه
آره بالاخره ما دوست داشتیم یه حال و هوا بگیریم. حال و هوای قبلی که گرفتیم توی کانادا بودیم، یه خورده آخر ترم بود. آره آخر ترم بود، استرسای مدل اونجوری داشتیم. سرد و زشت بود، اینجا هوا گرم و زشته. چرا هوا چون آره، ولی ما در کنار همه این سرشلوغی ها، اول از همه چیزی که فراموش نمی کنیم که خدا رو واقعا دوست داریم، خدا رو دوست داریم، خدا رو شکر میکنیم، خدا کمک کنه، خدا به قول کریس خدا کمک کنه. خیلی دوست داریم که بتونیم برای شما بیننده ها و افراد دیگه ای که حالا تو پیج یه جوری تو کامیونیتی پرژن ترابلرز اومدن و انگیج شدن، درگیر شدن، خیلی دوست داریم که یک ارزشی خلق کنیم. اگر داریم خلق میکنیم به اون بگید، این به اون انرژی میده که ادامه بدیم. خواب کی نیاز داره؟ همینجوری صبح بلمش و خدا، حالا خواب واقعا بدن اون نیاز داره، از لحاظ فیزیکی بعضی شبا قش میکنیم خب، اما خیلی انگیزه داریم، خیلی دوست داریم که بتونیم برای شما یه کار مفید انجام بدیم. اگر مفید بود به اون بگیم، یه نکته رو بگم، اگر مفید نبود بگید تو میتونی شب کنیم. من اصلا زیاد موبایل دست گرفتم، حالا چه نوشتم یا چه استوری گذاشتم، این انگشتم با این انگشتم زاویه‌اش فهم کنی رفت. این فاطمه موبایلش رو میذاره روی انگشتش نگه میداره، تایپ میکنه یا کامنت جواب میده یا هر چیزی، انگشت خود رفته تو. ببینید چه تعهدی. امیدوارم که الان که فیلمو میگیریم بعدارم که فیلمو میخوام پست کنم حالم خوب باشه، چون همه اتفاقاتی که میخوام افتاده باشه. دوست داریم قطعاً و این دا کتاب تموم بشه، چون این کتاب الان یه سری داستانش مونده و من باید بنویسم. در هر صورت که برای خودمون میش میلاک. بعد دیگه نمیدونم تو چی خواهی بگی. مرسی که با اون هستید تا اینجا. آره ویش فاطمه لاک، حالا در گذشته انگار ویش هر لاک، فاطمه گذشته الانه که دارید فیلم رو ببینید، ویش لاک کنید. ما رو همینطور خیلی دوستتون داریم، ممنون که با همون هستید. تا فیلم بعدی، خداحافظ.